سلام دوستان عزیز، شملا کوهستانی هستم با تمرینات جدید ورزشی در خدمت شما. تمرینات امروز ما مربوط به تقویت عضلات شکم، چهار اطراف ستون و فقرات و کمر می باشد. اجرای این تمرینات باعث جلوگیری از درد کمر می کند که درد کمر در میان جوانان بسیار زیاد رایج می باشد که علتش عدم فعالیت فیزیکی می باشد. این تمرینات هفته 3 بار اجرا کنید. 10 تمرین داریم که هر تمرین برای 45 ثانیه اجرا کرده 5 ثانیه وقفه داریم و خود آماده می سازیم به تمرین بعدی. افرادی که مشکل کمر دارن پیش از این که این تمرینات اجرا کنن لطفا با دکتر خود مشوره کنید. حالا میریم تمرینات با هم شروع میکنیم. برای اجرای این تمرین روی زمین دراز کشیده پاها را از زانو خم کنید و با فشار وارد کردن به عضله همسترینگ لگن و باسن را به طرف بالا بلند کرده و دوباره به موقعیت اولی برمیگردید. یک تمرین بسیار عالی برای تقویت عضلات کمر و چهار اطراف ستون و فقرات می باشد. پیش از اجرای این تمرین لطفا با دکتر خود مشوره کنید. شروع این تمرین روی شکم دراز بکشید و سعی کنید به آرامی و همزمان دستها و پاها را از روی زمین بلند کنید. برای 2 ثانیه مکس کرده و دوباره به موقعیت اولی برمیگردید. یک تمرین بسیار عالی برای تقویت عضلات پایین کمر می باشد. لطفا تمرین به آهستگی و به صورت درستش اجرا کنید. شباهت به تمرین دومی ندارد، اما در این حرکت دست راست و پای چپ و طرف بالا بلند کرده و زمانی که دست و پا را به طرف زمین پایین می کنید پای مخالف با دست مخالف بالا می برید. این تمرین باعث تقویت عضلات پایین کمر می شود که از درد کمر جلوگیری می کند. سرعت این تمرین مربوط به توانایی فیزیکی شما عزیزان است، اما سعی کنید تمرین را به صورت درستش و آرامی اجرا کنید. برای اجرای این تمرین آرنجا و انگشتان پا روی زمین، آرنجا مستقیما در موازات شانه روی زمین قرار گیرد تا با زمین زاویه 90 درجه را تشکیل دادم. پشت هم صاف باشد، ستون و فقرات راست و اجازه ندهید که باسن به طرف زمین خم شود. برای افرادی که تمرین مشکل است می توانند زانوها را روی زمین مانده به جای انگشتان پا. حرکت پلانک یکی از تمرینات ترکیبی می باشد که هدفش تقویت هسته مرکزی بدن، عضلات شکم و چهار اطراف ستون و فقرات و پایین کمر می باشد. این حرکت به نام مار کبرا می باشد. اگر مار کبرا را دیده باشید پایین تنش بیشتر به زمین چسبیده و سر گردنش بالا می باشد. برای اجرای این تمرین روی زمین دراز کشیده، کف دستان روی زمین و بالای تنه را به طرف بالا بلند کرده در این موقعیت بمانید. برای افرادی که این تمرین مشکل است، لطفاً آرنجا را روی زمین مانده و تمرین اجرا کنید. اجرای این تمرین باعث تقویت عضلات پایین کمر می شود که از درد کمر جلوگیری می کند. اما پیش از اجرای این تمرین لطفاً با دکتر خود مشوره کنید، مخصوصاً افرادی که تکلیف کمر دارند.
برای اجرای تمرین پلانک آرنجا و انگشتان پا روی زمین، ستون و فقرات راست، دست ها زیر شانه ها قرار گیرد. در قدم اول پاه راست به طرف بالا بلند کرده و دوباره پاه چپ. همزمان عضلات شکم را منقبض کنید، سعی کنید بدن در همین موقعیت ثابت بماند. یک تمرین بسیار خوب برای تقویت عضلات شکم، چهار اطراف ستون فقرات و عضلات پایین کمر می باشد. برای اجرای این تمرین کف دستان و زانوها روی زمین پشت صاف باشم. دست راست به طرف پیشرو و پاه چپ به طرف عقب حرکت داده، همزمان سعی می کنید بالانس بدن حفظ کنید و حین حرکت به طرف پاه راست و دست چپ اجرا می کنید. یک تمرین ترکیبی بسیار عالی می باشد که عضلات مختلف بدن در اجرای تمرین درگیر می کند. ابتدا روی زمین دراز بکشید، پاها از زانو خم کنید و با فشار وارد کردن به عضله همسترینگ با سینه به طرف بالا بلند کرده در این موقعیت بمانید. همزمان دست ها را به هم نزدیک می کنید زیر بسن قرار داده و تمام وزن بدن روی شانه ها احساس کنید. اجرای این تمرین باعث تقویت عضلات پایین کمر می شود. این حرکت برای تقویت عضلات پایین کمر و شکم می باشد. برای اجرای این تمرین کف دستان و انگشتان پا روی زمین، دست ها زیر شانه ها قرار گیرد، ستون و فقرات راست، زانوها را از زمین بلند کرده در این موقعیت بمانید. بالانس بدن حفظ کرده و سعی کنید کمر را به طرف زمین خم نکنید. تمرین برای تقویت عضلات شکم می باشد. روی زمین دراز کشیده زانوها را خم می کنید، پاها را به سمت چپ و راست حرکت دادم. سعی کنید پا نزدیک به زمین شود اما به زمین برخورد نکند. همزمان عضلات شکم را منقبض کردم، کمر، پشت و شانه ها کاملا روی زمین باشد. سعی کنید در جریان تمرین عضلات شکم را منقبض کرده که تاثیر مستقیم روی از بین بردن چربی های اضافی شکم دارد. خوب دوستان عزیز، این هم بود تمرینات امروز ما. آرزو دارم که مرا تا آخرین لحظه همراهی کرده باشید. برای نتایج عالی تمام این تمرینات یک بار دیگه اجرا کرده و هفته 3 بار. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.